کارم نیلوفر رستمی از محل این تجمع با ما همراه میشه. نیلوفر اگه اشتباه نکنم روز دوم این تجمع هست که تا فردا که سال تحویل هم هست ادامه خواهد داشت. کاملا درسته نیوشا، امروز روز دوم این برنامه هست، برنامه‌ای که از سوی گروه NSG ایران به همت این گروه تدارک دیده شده. روز گذشته بود، امروز از صبح این برنامه شروع شده و فردا هم قراره تا ساعتی پس از سال تحویل ادامه داشته باشه. هدف قصد این هستش که در واقع به یاد جانباختگان ماهای اخیر در ایران سال جدید سال 1402 نو بشه. الان در کنار من مهداد تهرانچی هستش، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، که بذاریم از خودش بپرسیم. مهداد، قراره که در واقع فردا روز سال تحویل امروز چه برنامه های شما داشته باشه؟ قراره که ایرانی ها اینجا چه کنن؟ سلام، هدف اصلی از برگزاری این سه روز به نوعی آگاهی بخشی به مردم غیر ایرانی بود، چرا که ما 6 ماهه داریم با ایرانی های این منطقه راهپیمایی میکنیم. این سه روز رو در این منطقه برای توریست ها و مردم آمریکایی در نظر داشتیم، آگاهی رسانی در تمام جهات از پوستر، عکس ها، اعلامیه ها و فیلم ها. فردا هم سال تحویل رو در همین محل جشن میگیریم، آغاز سال نو رو به یاد عاشق ترین و شجاع ترین مردمانی که دیگه در بینمون نیستن، در کنار هنرمندانی مثل جناب آقای فرامرز اصلانی. همه ما دوست داریم کنار خانواده باشیم، ولی 500 خانواده امروزها عزادارن. ما یادشون رو اینجا گرامی می‌داریم و خیلی سخت بود بتونیم مجوز رو برای این مکان بگیریم به دلیل فستیوال‌های زیاد. منتظرتون هستیم به یاد و خاطره شهیدامون فردا اینجا. ممنونم مهداد، مرسی از توضیحت. بذارید یه نکته ای رو بگم. اینجا جایی که این برنامه در واقع در نظر گرفته شده در یکی از مهمترین مناطق پایتخت آمریکا هستش. پشت من در واقع مانیومنت رو میبینید، بنای یادبود واشنگتن رو میبینید. این گروه روی چمن دارید فکر میکنم توی تصاویر میبینید که پرچم ایران رو به 3 رنگ طراحی کردن، عکسایی از کشته شدگان رو گذاشتن که پیش از این دیدید و همینطور روی تلویزیون بزرگ مرتب آهنگای انقلابی پخش میشه. غرفه های مختلفی هم هستش. در واقع روز گذشته غرفه‌ای که الان جاش رو داده به غرفه تراپی، آرت تراپی، روز گذشته غرفه عفو بین‌الملل بودش. اگر با من بیایید، یاسی کسی هستش که متخصص آرت تراپی هستش در واشنگتن دی سی. من از این ور میام. یاسی جان، میخواستم از خودت بشنوم که داری چی کار میکنی توی این غرفه و به آدمهایی که میان اینجا چه خدماتی ارائه میدی؟ راستش من آرت تراپیست هستم. خواستم فقط به مردم یک زمان خیلی کوتاهی رو بدم بتونن که به خودشون یه فرصتی رو بدم، فقط یه حالت نه ریلکسیشن، ولی بتونن اون چیزایی که خیلی اذیتشون میکنه، این همه مشغله، این همه اخبار بد، و یه فضای خیلی کوچیکی از طریق آرت به وجود بیارن که بزنن بیرون از خودشون از طریق ماندالا. مرسی، ممنونم. این در واقع سه روز برنامه، یک برنامه هستش برای سمبولیک به یاد جانباختگان 5 ماهه اخیر در ایران که قراره که همچنان تا فردا هم ادامه داشته باشه تا ساعتی بعد از سال تحویل. نیوشا، ممنونم از همکارم نیلوفر رستمی از تفرجگاه ملی آمریکا در واشنگتن. ممنونم از تو.